با سلام این گرم و صمیمانه، سهیلا دالمن هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه 30 خرداد در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 توسط رژیم اسلامی آن را جنایت شنیع علیه بشریت و نسل کشی توصیف کرد و خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی برای ارتکاب این جنایت شد و از جامعه بین المللی خواست برای پاسخ کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مسئولیت آنها علاوه بر برداشتن گامهای عینی مکانیسم تحقیقاتی را فعال کند. وی درباره دهه 60 در ایران گفت که هزاران هزار زندانی سیاسی بدون دسترسی به محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و شکنجه گسترده زندانیان سیاسی به عنوان نمونه از جنایت علیه بشریت صورت گرفته است. بر اساس گزارش جاوید رحمان، این اعدام ها شامل زنانی هم می شد که برخی از اونها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنان نوجوانان و خردسالانی بودند که کودک محسوب می شوند. در این رابطه امروز با لاله بازرگان از خانواده جنبش دادخواهی خواهر بیژن بازرگان که در سال 67 با وجود داشتن حکم زندان به جوخه های اعدام سپرده شد همراه میشیم تا نظر ایشون رو داشته باشیم. خیلی خوش اومدین. شما از خانواده دادخواه هستید. به نظر شما گزارش جاوید رحمان چه نکات مهمی رو در مطرح کرده و اهمیت این گزارش چی میتونه باشه؟ سلام عرض میکنم و ممنونم از تلاش هاتون و ممنون از دعوتتون. ولی من دلم میخواد الان صحبتم رو با یک چند بیت شعر شروع کنم. تو را تیر باران کردن، تنها لباس هایت به من رسید، سال هاست از سوراخ های روی پیراهنت دنیا را نگاه میکنم. و من این رو خوندم که بگم وضعیت ما در چه وضعیتی هستیم. در واقع ما سال هاست که داریم تلاش میکنیم، کل جنبش دادخواهی رو دارم عرض میکنم که واقعا جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم و این گزارش خیلی گزارش مهمیه چون ما نداشتیم چنین چیزی. در واقع برادر منو سال 67 اعدام کردن که واقعا اسیرکشی بود و در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم چنین چیزی بی‌نظیره که چنین جنایت هولناکی که کسانی رو که حکم داشتن، حکم زندان داشتن، به صورت اسیر تو دستت بودن زندانی رو بکشی، این خیلی درنچه منظورم اینه که به جنایت سال 67 چون بسیار هولناک بوده بهش پرداخته شده، اما متاسفانه جنایات اوایل انقلاب یک مقدار مقفول مونده و اهمیت این گزارش در پرداختن به این جنایاته و این در واقع یک پیشینه‌ای داره که یکی از این در واقع تلاش‌های بنیادی به نام راستیاده. راستیاد در واقع گزارش تحقیقی رو تهیه کرد. چند استاد دانشگاه بودن که کار خیلی جالبی کردن. به کمک در واقع چون جمهوری اسلامی این بهشت زهرا رو آنلاین کرده بود، الان برداشتن به خاطر همین مسائل، اینها با کمک نگاه کردن به روزنامه‌های سال 60، فقط هم سال 60 رو نگاه کردن، به روزنامه‌های سال 60 و این سایت آنلاین بهشت زهرا قبرها رو پیدا کردن. یکی از این قبرها متعلق به پسردایی خود من هست، محمد باقر دانشمند، یک پسر دانش آموز 17 ساله که در تابستان سال 60 در تظاهرات شرکت کرد، در تظاهرات 5 مهر دستگیر شد، در تظاهرات 5 مهر دستگیر شد و 18 مهر ظاهرا حتی گلوله خورده بود، زخمی شده بود، بدن زخمیش رو تیرباران کردن و این قبر به پسرای من قبر دادن، قبرش رو این توی این راستیاد هستش. به هر صورت به کمک این شواهدی که داشتن 3000 نام رو، بیش از 3000 نام رو پیدا کردن و که 104 نفر از اینها در واقع کودک بودن، کسانی که جمهوری اسلامی کشته. منظورم اینه که این مستندات خیلی مهمه و جاوید رحمان به کمک همین گزارش و به کمک من خودم هم، من و خواهرم خود در واقع شهادت دادیم در مورد این و گزارشی نوشتیم و از خیلی ها، یکیش هم مثلا فاطمه پیشدادیانه که اونم کیس مهمیه، پدر و مادرش رو هر دو رو در سالهای اوایل سالهای 60
تیرباران کردن. و در واقع من باید بگم که گزارش هنوز بیرون نیومده، گزارش ظاهرا این هفته بیرون میاد، ولی این به دعوت عدالت برای ایران در واقع رونمایی شد و جاوید رحمان اومد یک صحبت های مهمی کرد که اهمیت این گزارش در اینه که جاوید رحمان از تمام این شهادت ها و این شواهدی که بوده این نتیجه گیری کرده که این جنایت علیه بشره و نسل کشیه. این نسل کشی خیلی مهمه و البته کشتار بهایی ها رو، کشتار کرد ها رو و کشتار دیگر اندیشان رو، اینم خیلی مهمه چون متاسفانه تعریف نسل کشی در واقع مربوط میشه به کشتن یک مذهب خاص، یک مثلا بهایی ها. ولی جاوید رحمان کار نوعی که کرده گفته نه، کسانی هم که دیگر اندیشن اون هم جز نسل کشی حساب میشه و تعداد مهم نیست که چند نفر بودن، مهم اینه که اینها جریان های مخالف رو کشتن. و من واقعا مثلا عباس عبدی، همین منظورم این اصلاح طلبا، اینا واقعا مثلا کار مسئولن در جنایت سال 60 و مرتب دارن این رو ماله میکشن به قول معروف. مثلا جدیدن همین چند روز پیش عباس عبدی یک مناظری کرده در رابطه با انتخابات، مثلا میگه که کشتن در مورد سالهای 60، میگه که بزن بکش، یعنی اونا کشتن ما هم کشتیم، اینجوری میان توجیه میکنن. و اهمیت اینجور گزارش ها در اینه که نه، شما مسئولین، شما به خاطر یک تظاهرات در 5 مهر پسردایی من رو کشتید، شما مسئولین. اون غیر مسلح بود، اومده بود اعتراض کنه، این بزن بکش نیست، این شما بودین که کشتین. بله، خب با توجه به نکات مهمی که مطرح کردین و گزارش هنوز به طور کامل اعلام نشده، به نظرتون چقدر میتونه این گزارش و قراره که به طور کامل این گزارش بیاد بیرون تاثیرگذار باشه، امید بخش باشه برای خانواده های دهشت برای محکوم کردن جمهوری اسلامی در مجامع جهانی؟ این خیلی مهمه چون ما نداشتیم چنین چیزی. جاوید رحمان یعنی مهمترین کار دوره گزارشگریش رو انجام داده و در واقع این ما خیلی تلاش کردیم و اونو تحت فشار قرار دادیم، چون جاوید رحمان حق هم داشت، میگفت این در دوره گزارشگری من اتفاق نیفتاده، این خیلی سال پیشه. ولی انقدر صحبت شد و انقدر این گزارش ها رو دید، خودش تحت تاثیر قرار گرفت. و اهمیت این گزارش ها میگم مستند کردن و اینه که در واقع وقتی که این بگه نسل کشی جنایت علیه بشریت به سازمان ملل گزارشش رو بده، این میشه که دیگه در واقع محدودیت زمانی پیدا نمیکنه، نمیشه بگی 30 سال پیشه مثل خودش که میگفت. دیگه این رو جامعه جهانی رو موظف میکنه که به این جنایات رسیدگی کنه. مثلا الان ما سوریه‌ای ها رو میبینیم، خیلی اتفاق مهمی افتاد در 22 می 2 نفر از کسانی رو که در تابعیت فرانسه داشتن شکایت کردن از عاملان جنایت سوریه و محکوم شدن، غیابی محاکمه شدن دستیاران اسد و محکوم شدن. ما میتونیم چنین کارهایی رو انجام بدیم به کمک این نوع گزارش ها در واقع. و میگم ما در واقع فقط همه ما اومدیم شهادت دادیم، گفتیم که چنین اتفاق افتاده، مستند شده تو این گزارش. همه ما هم در واقع اینو ویدیویی ضبط کرد، هم اینکه نوشتیم این گزارش در واقع بر اساس این ویدیویی که جاوید رحمان مصاحبه های سوال هایی که از ما کرد و اهمیت این در واقع از من همین سوال کرد، پرسید که دخترانی رو که اعدام کردن میگن که بهشون تجاوز شده شب قبل از اعدام. من گفتم که متاسفانه این دخترها در واقع اعدام شدن و ما نمیدونیم، ولی پدرهاشون گفتن، ما شنیدیم، ما به عنوان شاهد نمیتونیم در واقع سند و مدرکی نداریم چون که اونها متاسفانه کشته شدن. اما واقعا این یک جنایت بسیار هولناکیه که تا به حال راجبش گفته نشده و این اهمیت داره. جاوید رحمان اومده به این استناد کرد، تا به حال چنین چیزی گفته نشده بود و این جنایت هولناک که به دختران جوان تجاوز کردن و اعدامشون کردن خودش مستند شد و در تاریخ میگم این افرادی مثل اصلاح طلب عباس عبدی یا کلن
کلن رژیمی ها دیگه نمیتونن دروغ بگن، این رو تحریف کنن، تاریخ رو تحریف کنن. در واقع این یک گزارشیه به تاریخ. میگم باید این مقدار بزرگتر نگاه کرد که در مورد حمید نوری هم همینه. شاید حمید نوری رو برگردوندن ولی هیچ اهمیتی نداره. اهمیت مستند شدن شهادت های ما در یک دادگاه، اهمیت محاکمه شدن حمید نوری در یک دادگاه بیطرف بین المللی که در واقع محاکمه حمید نوری محاکمه جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محکوم شد. و اینها همه تلاش هایی که ما داریم دونه پله به پله بالا میریم و این رو میسازیم، گام هایی که بر میداریم و این گام ها خیلی مهمه، خیلی مهمه و بی اثر نیستش. به هر صورت ما شاید بتونیم اینطوری قیابی، احتمالاً دیگه، نه اینکه شاید، من تقریبا مطمئنم که ما هم میتونیم از بچهای همونطور که سوریه ها کردن، ما هم به صورت قیابی این جانیان علیه بشریت رو محاکمه کنیم در دادگاهی عادلانه. دقیقا سوال منم، سوالی که بخواستم بپرسم از شما، پرداختم به نکته حمید نوری که با اینکه ثابت شده بود، محاکمه شده بود، ولی متاسفانه برش کردن به ایران. بخواستم بگم با توجه به این اتفاقات و با توجه به این گزارشاتی که داره میاد، واقعا چقدر میتونیم تلاش کنیم، چقدر تاثیرگذار هستش که جمهوری اسلامی در صحنه جهانی بایکوت کنن، همجوری که اشاره کردی در دادگاه های بین المللی اینا به محاکمه کشیده بشن. ولی من میگم در مورد حمید نوری ما نباید مقهور پروپاگاندای رژیم بشیم. کاری که رژیم کرد اصلا اهمیتی نداره، اهمیت کاری بود که ما کردیم. در واقع میگم هانا آرنت در کتاب آیشمن در اورشلیم این چه که میگه اسرائیل نباید آیشمن رو محاکمه کنه، چون اسرائیل دادگاه بیطرفی نیست. حتی نورنبرگ هم همین، در مورد نورنبرگ هم همین رو میگه نورنبرگ هم در واقع دادگاهی بود که برندگان جنگ بر علیه بازندگان جنگ برگزار کردن. اهمیت اینه که در یک دادگاه بین المللی بیطرف آیشمن رو محاکمه کنیم. ما تونستیم چنین کاری بکنیم. ما در یک دادگاه بین المللی بیطرف در سوئد حمید نوری رو محاکمه کردیم و محکوم به حبس ابد شد. اون چه ایران باشه چه سوئد باشه، محکوم به حبس ابده، هیچ اهمیتی نداره. و میگم چون که در واقع صندوقچه اسرار نظام هیچ معلوم نیست که چه بر سرش خواهد اومد. ما انتقام نمیخوایم از افراد بگیریم. حالا میگم اون آدم وقیحی بود و خیلی واقعا نشون داد تو دادگاه که چه دلقکی تو، الان هم که رفته ایران مشخصه که چه آدم بی پرنسی. و یعنی میگم همه این کارها هزینه داره برای نظام جمهوری اسلامی. تو بیا یک جنایتکار علیه بشریت رو به هر طریقی که ممکنه ورداری ببری ایران، براش فرش قرمز پهن کنی، اینا بی آبرویی که در تاریخ ثبت میشه. میگم یه مقدار ما باید بزرگتر نگاه کنیم. همونطور که منتظری در صحبتاش میگه، منتظری میگه که من زام هستم نگه همین خمینی تاریخ در موردش چه کنه. و به اون هیئت مرگ که در بلش بودن، اینو در مرداد سال 67 میگم منتظری، یعنی مرداد سال 67 برادر من نکشته بودن، برادر منو شهریور سال 67 کشتن. این در مرداد ماه سال 67 میگه نکنید این کارو، این کار برای در تاریخ شما رو جزو جنایتکارترین جانیان می نویسن. و این دادگاه حمید نوری این ثابت کرد که جمهوری اسلامی جنایتکارترینه که اسیر کشی کرده. در نتیجه بازگشت حمید نوری هیچ اهمیتی نداره از نظر من. البته میگم من خب ناراحت شدم، اینطور نیستش که بگم که نه مثلا من، ولی میگم این مقابل از این احساساتمون گذشت کنیم و عقلانی نگاه کنیم، عقلانی بیاندیشیم و ناامید نشیم. این کاری که ما کردیم کار بزرگی بود، این گزارش جاوید رحمان کار بزرگیه و همینطور گام هایی که ما برمی‌داریم برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید مسئولیت این جنایت هاشو بپذیره. نمیتونن بگن آره خب اینا زدن ما هم زدیم هیچی. مرتب دارن اینجوری در مورد جنایت های اوایل سال 60 صحبت میکنن، ولی همین تلاش هاست، همین گزارش هاست که باعث میشه که مسئولیت پذیر بشن و اینا باید پاسخگو باشن. به هر صورت پاسخ میدن به تاریخ، پاسخگوی تاریخ باشن که نمیتونن تحریف کنن تاریخ رو. ممنون از توضیحاتتون و امید این که جمهوری اسلامی رو در دادگاه های جهانی
محاکمه بشن و پاسخگوی تمام جنایتشون بشن. حتما میتونیم پیروزیم. برنامه رو ادامه میدم بعد از شنیدن یک موزیک. و ادام گل و قطر چکاور نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و متازاد، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو ردامه، ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل جای خون اراده تو ردامه، به ترس از من، به ترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم، ترس از من، ترس از من، میخوام با جرعتم رویا بسازم، دیگه آب از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرعتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم قانون بپوشم، لباس رعیت و از تن برارم، میخوام تو خاک تاریخ سیامون نهال روشنایی رو بکارم، به ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل جای خون اراده تو رگام، به ترس از من، به ترس از من، یه چیزی ندارم که ببازم، به ترس از من، به ترس از من، میخوام با جرعتم رویا بسازم، به ترس از من، به ترس از من، یه چیزی ندارم که ببازم، ترس از من، ترس از من، میخوام با جرعتم رویا بسازم، میخوام با جرعتم رویا بسازم. وقوع آتش سوزی در بندهای 78 زندان اوین در شامگاه 23 مهر ماه 1401 دستگاه قضایی برای 4 زندانی سیاسی پرونده سازی کرده. فرمیس که آذرامین رو همراهمون داریم تا جزئیات بیشتری از این پرونده سازی رو برامون بگه. منم سلام میکنم به شما سهیلا و همه بینندگان عزیز. گزارش این هفته ما مجموعاً 33 سال زندان برای 4 زندانی سیاسی. در پی برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان آتش سوزی زندان اوین در مهر ماه 1401، شعبه 1148 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی جبار جوادی رمی
4 زندانی سیاسی را مجموعاً به 33 سال زندان محکوم کرد. در نتیجه صدور این حکم، 4 زندانی شامل لقمان امینپور، میثم دهبانزاده و مجید روشن‌نژاد هر یک به 8 سال زندان و رضا سلمانزاده نیز به 7 سال زندان محکوم شدند. این احکام با اسناد به 3 عنوان اتهامی، تخریب اموال عمومی، اختلال در نظم زندان و تمرد نسبت به ماموران زندان صادر شده است. دو جلسه رسیدگی به پرونده آنها روزهای سه شنبه و چهار شنبه 29 و 30 خرداد برگزار شد. صدور چنین حکم سنگینی علیه این 4 زندانی نشان از پرونده سازی علیه آنها را دارد. آتش سوزی در زندان اوین تهران در شامگاه 23 مهر 1401 خود به بهانه‌ای برای اعمال فشار فزاینده نسبت به زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تبدیل شد. در همین زمینه گزارشان نشان می‌دهد لقمان امینپور چند روز پس از جریان آتش سوزی به سلول انفرادی بند 241 اوین منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار می‌گیرد. لقمان امینپور در نامه‌ای در این مورد نوشت اگر کمک به زندانیان برای نجات جانشان و خلاصی از خفگی و زنده زنده سوختن افساد الفیل ارض و اختلال و تمرد است، پس من به این اتهامات انتصابی افتخار هم می کنم. به نوشته این زندانی سیاسی، عوامل زندان به جای کمک گرفتن از آتش نشانی و گروه های نجات، بیش از 600 گارد و نیروهای ویژه نوپو و لباس شخصی ها را خبر کرده و به جان زندانیان انداختند. همزمان با آتش سوزی در زندان اوین، ماموران گارد زندان و یگان ویژه به زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. بنابر گزارش‌ها در نتیجه اعمال خشونت ماموران گارد ویژه زندان دست کم 8 زندانی کشته شدند. خانواده این قربانیان کشته شده مسئولان زندان اوین و نهادهای امنیتی را مسئول قتل فرزندانشان دانسته و اعلام کرده اند که هیچ شکایتی از این متهمان ندارند. حتی پدر یکی از جانباختگان دلیل کشته شدن فرزندش را اصابت 3 گلوله ذکر کرد و خانواده های دیگر کشته شدگان این حادثه هم تایید کردند که مسئولان امنیتی و زندان اوین اجازه مشاهده پیکر فرزندانشان را به آنها ندادند. با سپاس از همراهی شما. چند خبر از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان. حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور رد شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی روز شنبه 2 تیر ماه از نقض حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت حکم اعدام توماج صالحی نقض شد و بر اساس حکم فرجامی شعبه 29 دیوان عالی کشور پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم ارجاع خواهد شد. شعبه دیوان در حکم دقیق خود ضمن نقض حکم اعدام مجددا تاکید کرده که حتی حکم حبس قبلی 6 سال و 3 ماه بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و برخلاف ماده 131 و مازاد بر مجازات قانونی هستش. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه 29 خرداد با حمله به منزل مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی که محکوم به اعدام شده، او و دو دختر خردسالش رو بازداشت کرد و با خود بردن و در ضمن تمام تلفن و وسایل الکترونیکی موجود در خونه رو توقیف و با خودشون بردن. یک روز پس از بازداشت غیرقانونی این خواهر دادخواه، مرکز رسانه قوه قضاییه در ادعای واهی دلیل بازداشت او را تلاش برای تحریک مردم به خشونت، جنگ و کشتار عنوان کرد. این ادعای خبرگزاری قوه قضاییه در حالی است که اقدامات مریم مهرابی در فضای مجازی صرفا محدود به اطلاع رسانی در مورد وضعیت پرونده برادر خود استش و هیچ عملی که مصداق تشویق و تحریک دیگران به خشونت باشه مرتکب نشده است. حسن درافتاده و ماردین درافتاده، پدر و برادر کومار درافتاده، از جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی روز شنبه 2 تیر ماه به اطلاعات سپاه پیرانشهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو،
و مرتضی سیدی، فعالین کارگری روز شنبه دوم تیر ماه توسط شعبه دادگاه انقلاب شهریار بابت اتهام تشکیل گروه با عنوان اتحادیه کارگری و قصد برهم زدن امنیت کشور، هر کدام به تحمل 2 سال حبس محکوم شدند. مریم بایرامیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز، توسط دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهامات توهین به مقامات و اقدامات علیه امنیت ملی به 2 سال حبس محکوم شده. در این بخش گزارشی داریم از 10 زن زندانی سیاسی در زندان اوین که نامه‌ای نوشتن به یاد بوده 40 سال اعدام 10 زن بهایی در دهه 60. یسرا مازی‌نژاد رو همراهمون داریم. یسرا، بشنویم در مورد این نامه 10 زندانی سیاسی در زندان اوین. گزارش امروز ما در رابطه با حمایت زندانیان زن سیاسی از شهروندان بهایی می باشد. 10 زندانی زن سیاسی در زندان اوین در نامه‌ای حمایت خود را از شهروندان بهایی اعلام کردند. این 10 زندانی زن با اشاره به این که دیدگاه‌های سیاسیشان مانع حمایت از هموطنان بهایی نمی‌شود، اعلام کردند که در کنار این شهروندان ایرانی می‌ایستند. این زندانیان زن در این نامه با اشاره به کارزار داستان ما یکیست و همچنین اعدام 10 شهروند بهایی زن در دهه 60 تأکید کرده اند که با سالها حبس و همزیستی با زنان بهایی و مشاهده فشارها و محرومیت‌هایی که به سبب تفاوت عقیده بر آنها و خانواده‌های آنها تحمیل شده، همچنین شنیدن روایت این هموطنان از گذشته تا کنون و مقایسه آن با آنچه همواره بر دیگر اندیشان تحمیل می‌شود، دریافتند که در واقع داستان ما یکیست. امضا کنندگان این نامه با اشاره به محرومیت‌هایی که در قبال این اقلیت دینی از کشور از سوی حکومت روا شده، به مواردی چون سلب حق حیات، محروم کردن از حقوق اجتماعی و شهروندی و مدنی و مصادره و تخریب اموال و داشته‌های بهائیان اشاره کرده‌اند. این زنان زندانی با اشاره به روایت سالها زندگی با مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی و دیگر شهروندان بهایی در زندان، در ادامه این نامه تأکید می‌کنند که از این زنان بسیار آموخته‌اند. با شروع اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، دور جدیدی از سرکوب شهروندان بهایی در ایران آغاز شده است. با وجود زندگی 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را تا کنون به رسمیت نشناخته و مقامات بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستانها علیه پیروان این آیین صادر شده است. اردیبهشت ماه امسال نیز دادگاه انقلاب اصفهان 15 زن بهایی را به اتهام ترویج عقاید دیانت بهایی در مجموع به 75 سال حبس محکوم کرد. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطر. کمیته آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام رو تهیه منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه. ما از شما تمام کسایی که مدافع زندگی، مدافع انسانیت هستیم، میخوایم برای لغو احکام اعدام و نجات جان این عزیزان در بند از هر راهی که میتونید تلاش کنید و صدای فریاد آزادی این زندانیان سیاسی باشید. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودین. اخبار و گزارشات رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه می‌کنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال کنید. منتظر نکات پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم.